میدونم رابطه جنسی رو بد میدونم، یه مدت با یه آقام عقد بودم، اصلا دیدم میخواد رابطه جنسی رو عقد کنه. من فکر کردم ازدواج حد تعامل عاطفیه از رابطه جنسی. بعد امام باقر فرمود حرفا نزن، اگر بد بود مادر ما زهرا ازدواج نمیکرد، باردار نمیشد، مادرم نمیشد. رابطه جنسی خدا گذاشته. خانم اگر بعدشون بیاد تن نمیدم و فرد میشم. یکی دلال سردی خانم اینو باید مشاوره بده، توی جلسه مشاوره باش صحبت کنه، نگاه خانم رو نسبت به مسئله جنسی عوض کنه. جانم آفرین. آره خواهرم شرم چرمش میشه. پنجمی ششمی کمروییه. ببین کمرو هم بعضی ها. ببین خانوما، شما خانوما دوست دارید مطلوب واقع بشید، یعنی آقا بیاد تقاضا بده. حالا خانوم تمایل داره ها، خیلی تمایلم داره، بارها شده، ولی روش نمیشه به آقا بگه آقا ممکنه. خب انقدر که روش نشده بگه سرد شده. گفتم شما تا یه مدت اگر پا بذاری روی احساست سرکوب کنی میل جنسی تو، میل جنسی خاموش میشه. میل جنسی اینجور نیست که همیشه آماده باشه، جوابشو ندی خاموش میشه، میره به کارش. چرا خانومایی که شوهرشون فوت میکنه بعد از دو سه سال، اگه تو دو سه سال بعد از فوت شوهر ازدواج کرد چی کرد؟ ازدواج نکرد خواستگارم میاد، تمایل نداره ده. میگه نه هیچ، من نیاز جنسی ندارم. بابا تو من چند سالته؟ 35 سالته؟ 40 سالته؟ تمایل نداره چون سرد میشن. اینجا خواهرم لازم نیست بگی، تو این کتاب گفته شما با دو سه تا تکنیک رفتاری میتونید به شوهرت پیام بدی که من میل دارم. مردم میفهمن روزی که میاد کنه. البته یک شب فقط و اون موقع که میل جنسی دارید و تمایل رابطه دارید آرایش نکنید. بچه هاتون بعد از این مدت میفهمن. میگه چی باعث میشه هر چند وقت یه بار مامان آرایش میکنه؟ اون شب هوشیار میمونه، کار از خودش میده، بلوغ زود دست میاره. شما آرایش رو به طور ساده، نه خیلی قدید، همیشه داشته باشید تو خونه، بیرون میاد پاک کنید ولی تو خونه باشه که بچه براشون طبیعی باشه. اما یه فرکانسایی داشته باشید برای آقا بفهمه که من تمایل دارم. مثلا یه نگاهی میکنی، یه چشمکی میزنی، یه لبخندی میزنی، مثلا میری جلو کنارش میشینی، اینو علامت باشه، خود آقا میفهمه. ببین زبانی نیست، شما همه پیاماتون کلامی نیست، پیامای غیر کلامی به آقا بدید. اینا به خاطر کمرویی وضعیت خانوماست. خانوما میل جنسی خانوما در علم هم تایید شده بین 8 9 7 5 برابر مرداست. منتها خانوم اینقدر حیا داره این میل جنسیشو نگه هم میداره. اینم یک مسئله. آخر وقت یادم بدادید بگم چگونه میشه فهمید خانوم به لذت جنسی رسیده ها. اینم علامت مهم. 5 6 7 چرا خانوما سرد مزاجن؟ هفتم، افسردگی، اضطراب، یا بهتر بگم اختلالات روانی. خانم روحی، خانم ما یکی از پیامدهای افسردگی چیز سرد روابطه. میاد تو مطب میگه من افسردم، کس میکنم میگم افسرده. برای اینکه مطمئن بشم افسردگی داره میگم خانم چرا تمایل جنسی داری به آقا؟ اونا که افسرده هستم میگه آقا دو هفته حداقلش این علامت، تا دو هفته اگه میل جنسی نداشته باشید در ایام پریود، نه غیر پریود، چون خانم ها میدونید در وسط عادت دوره عادت ماهانه تمایل جنسی خیلی بالا میره، نزدیک به عادت ماهانه که میشه تمایلتون بسیار پایین میاد، حتی خودتون هم بدتون میاد، دوستان دارید آقا بهتون نزدیک شه. بعد از طهارت و پاکی و اینها دوباره یه اوج میگیره. خانمی که تا دو هفته میل جنسی نداره علامت افسردگی شه. خانم هایی که تا دو، مخصوصا بعد از 30، خانم ها بین 30 تا 35 سالگی بسیار تو مسئله جنسی اکتیو هست، خیلی گرم هست. سیرم رد کرده، نه دو هفته تمایل نداری، اصلا میل نداری. خواهرم تو داری علائم افسردگی رو نشون میدی. پس یکی از دلایلش افسردگیه. اینجا باید پلو روانشناس بیاد، افسردگی باید درمان بشه، درمان بشه خوبه. لذا گفتم افسردگی گل سرخ دو تا فایدهش این بود: ضد افسردگی، محرک جنسی میتونن استفاده کنن، محرک جنسی. افسردگیت خوب بشه میل جنسیت بالا میره. چند تا شروط؟ 7 تا 8. چرا خانوما تمایل ندارن؟ خانوم محرومیت از ارضا. اینقدر که آقا مأموریت بوده یا یه مدت آقا طلاق داده خانوم مطلقه بوده، شریک جنسی نداشته، یعنی هی تمایل داشته محروم بوده دیگه، همسر نداشته، همسر مأموریت، همسر فوت کرده، همسر طلاق داده، بارها خودتو محروم کردی. بعد از یه مدت دیگه شما ناتوان شدی، حتی اولش اگه گرم بودی. خانمایی که گرم بودن یه مدت شریک جنسی رو ندارن،
طلاق، خداحافظی، فوت، این خانم بعد از این مدت اگر شریک جنسی پیدا نکنه، یعنی ازدواج نکنه، این محرومیته که بارها اتفاق افتاده میل جنسی رو کور میکنه. اینجا باید چیکار کنه؟ اینجا هم بحثش ازدواج دیگه. نهمی، چرا اینجوریه؟ ترس از حضور بچه ها. اینقدر بعضیاتون ملاحظه بچه ها رو دارید میکنید که دیگه از شوهرتون غافل شدید. بچه ها میبینن، نه ولکن هستن. خب یه عده‌شون که صبح مدرسن بعد از ظهر خونن، یه عده‌شون که بعد از ظهر مدرسن صبح خونن. اینقدر یه دور خودت شلوغ کردی دیگه نمیتونی بیچاره برسی. اینقدر که میترسی بچه ها هستن ببینن، خونمون کوچیکه، آپارتمانم یه اتاق بیشتر نداره. بعد از هم آموزش ندادید به بچه ها، اشتباه خودتون تو تربیت بچه ها باید بگم. البته تو این کتابم که امروز فردا معرفی میکنم میگم، تو کتاب بهتون گفتم خانم ها به بچه ها آموزش بدید که بچه بدونه جای پدر و مادر از جای اینا جداست، بدونه که تحریک بشن. از دست نکرده این کارا رو آموزش بده به خاطر بچه ها هی فاکتور گرفته میلشو، میل واسه سرد بشه. اینم نقطه دهمیش. دهمین دلیلی که خانم سرد نزاجه، تجربه ناخوشایند شما بگید جنسی. گاهی خانم اولین تجربهش از رابطه جنسی تلخ بوده، همین باعث شده که دیگه بذاره کنار، سرد بشه، بترسه، بدش بیاد. مثلا به آقایون میگم آقایون شب زفاف موقع خوبی نیست برای رابطه جنسی. حتی کی گفته؟ مگه وحی منزله که شب زفاف عروس که از صبح آرایشگاه بوده خسته هست، غذا درست حسابی نخورده، این همه مهمون ها امروز اینو دیدار کردن، استراب داره. از طرفی بعضی از این پیرزنان هم به سنت قدیمی میمونن پشت در اتاق هجله، همجور گوش وایستادن که تموم میشه زود باد. خب این عروس اصلا استراب داره، تو نباید موشم این کارو بکنی. هم موشم این کارو میکنن برای عروس تجربه تلخ از اولین رابطه عمیق جنسی میمونه و خانم به مرور زمان از این رابطه بدش میاد. یه آقایی تو تهران مدت کاسب بود، بعد اینجا مغازه داشته تو تهران، عاشق یکی از دخترهای مشتری میشه، خواستگاری میکنه و ازدواج میکنن و میان قم. الان تو قمه اومد بطن من گفتش که آقای میرزایی من با خانومم 8 ماه ازدواج کردیم، 8 ماه آوردیمشو و هنوزشون دوشیزه است. خانوم نه تنها سرده، نه تنها ناتوان جنسی سرد مزاجه، بلکه خانم من اصلا اجازه نمیده. ماهی یک بار که چی؟ 8 ماه الان ما ازدواج کردیم هنوز خانم بکارت داره و اجازه نده دوشیزه است. گفتم دقیقاً چه اتفاقی میفته شما؟ گفت وقتی من نزدیکش میشم معاشقه رو جواب میده، به آلت تناسلی که میرسم بیارم مثلا نزدیک بشم دخول کنم، خانم اون اصطلاح میگه قفل میکنه. اصطلاح ما میگیم اسپاس، چه اصطلاح علمی میشه، یعنی خانم عضلات پا، ران و لگن خانم منقبض شدید میشه، پا واقعا قفل میشه، یعنی به هر قدرتی نمیشه این پا رو باز کرد. خانم اجازه نمیده. گفتم خانم تو بیار من ببینم. خانمش آورد و دیدیم خانم گرمه، علامت های گرمو داره ولی تمایل جنسی نداره. گفتم چرا؟ گفت بعدم میاد، این بهانه بود، بعدم میاد خجالت میکشم. دیدم نه اینا نیست، این یه چیزی رو داره قایم میکنه. با اجازه آقا خانمو هیپنوتیزم کردیم. تو هیپنوتیزم شما نه خوابی نه بیداری، تو حالت خلسه‌ای و هر چی ازت بپرسم خودت رو لو میدی و میگی، این چیزی که تو خواب میگی اتفاقی که روز افتاده تو خواب میگی. تو هیپنوتیزم با یه خانم دکتر کمک کردیم و ایشون هیپنوتیزم شد و تو عالم هیپنوتیزم خانمو قرار دادیم تو موقعیت جنسی. دیگه واکنش شدید داره نشون میده تا جایی که نزدیک تشنداش کنه. چی شد؟ داشت میگفت عموی 20 ساله ای داشته، این عمو سرباز بوده، یه روز میاد خونه از سربازی شهرستان میاد تهران خونه اینا، خونه داداشش، زنگ میزنه نکنی دختر که 9 سالش بوده تنها تو خونه بوده، نه مادر بوده، نه زن داداش بوده، نه داداش بوده، نه بقیه. این هم میاد میشینه. این دختر هم خب که خود ترتمیر اصخایی میکنم سیناش جوانه زده بود، پسرم دید اینم یقش باز خم شد، چایی بجول همون امو تحریک شده، امو اینو میخوابونه و آلت تناسلش در میاره که با این رابطه برقرار کنه. خوشبختانه زنگ میخوره و زود جمع جور میکنن، رابطه عمیق نمیشه، رابطه یه مقدار رابطه سطحی بوده ولی تجربه تلخ ناخوشایند برای دختر. به محض اینکه آلت تناسل شوهرش میبینه تداعی خاطره رابطه جنسی با عموش میشه.
خب اینجا ما چیکار میکردیم؟ خانم رو روانکاوی کنیم. روانکاوی خانم یعنی پاک کردن خاطرات بد از ذهن شما. شما بیا بگو بچه من شاهد رابطه جنسی من و باباش بوده، خب این رفته تو ذهنش، باید پاک بشه. روانشناسا پاک کنی دارم، تکنیک پاک میکنه ذهن اینو. این روانکاوی شد، ذهنش پاک شد از اون رابطه، الحمدلله به نحو خیلی خوبی در خدمت شوهرش بود و بعد از یک ماه بعد اصلا به یک ماه نرسید رابطه جنسی عمیق شد و خانم حالش خوب شد. پس این تجربه ناخوشایند دارید از رابطه جنسی، اینجا باید پلو روانشناس برید. شو چند تا؟ 10 تا. الان شما میگید روانشناسه چه کارا بلدن بکنن. گاهی زن سرده چون ازدواجش چی بوده؟ اجباری بوده دیگه. خانم شما شوهرت بدت میاد نخواسته اینو، از بوی دهنش بدت میاد، از قیافش بدت میاد، از بوی تنش بدت میاد، اصلا نمیچسبه. از من که دوستش ندارم پا نمیدم تو رابطه جنسی. ازدواج اگر اجباری باشه اینجا یا باید ایجاد علاقه بکنیم یا اگر نتونیم باید جدا بشن. ازدواج های تحمیلی خانم رو سرد میکنم. 12. چرا خانم سرده؟ بیماری های جسمانی. خانم بنویسید مثل چی؟ خانم اگر قند دارید، بیماری قند، دیابت، کمخونی، پرکاری تیروئید، انگل دستگوارش، فقر آهن، چربی زیاد خون، اینا